خسته نباشید. خدمت همه دوستان عزیز، همه علاقمندان به آموزش ارگ، همه دوستانی که پیگیر ویدیوی آموزشی هستن، سیاوش سینا هستم. شماره تماس 0921-241-44-30 0936-449-1296 0919-88-90-83. این هم یه قطعی بود که زیاد به پنجه سر کار داشت و تو این بحث فقط بحث پنجه این کارا رو بهتون دادم که فقط پنجه ها رو ببینید، که ببینید به چه روش پنجه داره کار میکنه و پنجه باید چقدر قوی باشه. حتی حالا این ترکیشه، حتی تو رخصپاها، تو آذریها، تو استانبولیا، ببینید کار چقدر قوی باشه. مثلا میان سلاچای میگیرن، چارلاچای میگیرن، دولاچای میگیرن، خیلی کارا قویه. الان چیزی که من دادم همین که الان اینجا بود باید پنجه چقدر فرد باشه، چقدر باید پنجه سریع باشه. این آهنگ هم به صورت این هم مجلسی داریم، چون بالاخره جو تو ویدیو اونقدر چیز نیست که ما بخوایم بیایم اورجینال کار کنیم. بالاخره شاید یه اشتباهاتی پیش بیاد، شاید صدا بالا پایین باشه، ریتم عقب جلو باشه، ولی خب ضرب هیچ وقت گم نمیشه، ضرب همیشه سرجش میمونه. ضرب اصلا نوازنده گم کنه، ضرب چیزیه که نوازنده باید واقعا تو ذهنشون ضرب رو نگه داره. ولی خب از نظر کار زنده بودن، یعنی اینکه صدا میاد، صدای ریتم بالاست، صدای ملودیا بالاست، یا مثلا نوازنده به هر حال شاید مثلا یه جا رو اصلا جا بندازه، یه جا رو نزنه، یه جا رو بزنه، کلا کار چیده دیگه، زنده ای. حالا فرق داره تو کار مجلسی. الان همین آهنگ من مثلا میام میزنم همین آهنگو تو استریو، مثلا میام خیلی قشنگ، میام با دقت. بله ببینید، خیلی هم دقت و شیت کار کرد، ولی چون ویدیو و نمیخوام حجم ویدیو بره بالا، تایم کاری بره بالا، برای یه عنوان نمونه کاری ما فقط این کار رو داریم میذاریم. کلا تمام ویدیو هم همینه، هیچ کدوم اورجینال نیست، همش به صورت مجلسیه دیگه و همش کار زندهیه، اجرای زندهیه که دارم به عزیزان میزنم و عزیزان نمونه کار رو فقط ببینن. حالا شاید از نظر صدا، ریتما، فضا، اون چیزی که شنونده باید بشنوه و حتی آکورد ها، شاید اصلا چهار تا آکورد من جا بندازم نگیرم، ولی کلا باید بگیری، باید تمام آکورد ها رو دونه به دونه بگیری. حالا یه چیزایی هست که حالا تو آموزش میگن که تو درباره آکورد چیز خیلی خوبیه که میگن یه کارهایی نباید بکنی تو آهنگ، یه جایی نباید آکورد بگیری، جایی باید آکورد بگیری، جایی چه آکوردی بگیری، جایی چه آکوردی بگیری که قشنگتر به گوش بیاد. اول علم، دوم علم، سوم بعضی از درجات محسوسن، درجات بدن، باید طبق گوش درست بشن بعضی از آکوردها، ولی بعد تمام آکوردها به اصول و قواعد خودشون میرن جلو، ولی بعضی از درجات یه درجات بدی هستم و طبق گوش باید بیرون رو بگیری. البته اگه بخوای علمیش حساب کنی حل و تهیه باید بشه،
اون آکوردا بخوای بیای بنویسی بدی به سازها باید حل و تهیه بشه، ولی تو زدن نه، تو زدن طبق گوش حساب میکنی، میای از معکوساش استفاده میکنی، خیلی کارا خیلی کارا میشه انجام داد که اون حالت بدو بد نده، حالت قشنگ آکورد بد بده. شما تما 0921244390 0919 88 9 88 3 با عزیزان مایل به همکاری هستم در زمینه آموزش تخصصی و حرفه‌ای اوک در مدت زمان 4 الی 5 ماه. عزیزانی که ایرادگیری دارن باشون به صورت ایرادگیری کال میشه و ایشالله بتونم تمام ایرادشون رو برطرف کنم. این آهنگم که من زدم زده بودم قبلا، باز دوباره به درخواست یکی از عزیزان من این آهنگ رو زدم و گذاشتم و اینکه تو اون آهنگ تو اون کار اونو با یه دستگاه دیگه زدم و اینو با یه دستگاه دیگه دارم میزنم، که این خواستم یه تنوعی تو کار بشه. و عزیزان برای هر نوع کاری در زمینه آموزش ارگ هم به صورت حضوری هم به صورت غیر حضوری مایل به همکاری هستم باشون، کسایی که حالا بخوان حضوری کار کنن در خدمتشون هستم، کسایی که غیر حضوری بخوان کار کنن بازم در خدمتشون هستم، هیچ فرقی نمیکنه، حضوری ما غیر حضوری ما کلا یکیه، هیچ فرقی نداره. اینکه ما حالا غیر حضوریمون بیشتر برای شهرستانی ها خارج از کشور هستش، اونه که راهشون دوره و اونایی که میتونن حضوری تشریف بیارن خیلی خوبه، حضوری کسی بیاد خیلی بهتره، غیر حضوری هم فرقی نمیکنه، کارا کلا کارا یکی. مرسی از همتون که به افهم گوش دادید، کارم رو دیدید، ممنونم. ایشالله کاره بعد کاره قشنگتر و کاره خوشگلتر و با انرژی تر. البته این ریتم ترکی بود، یه خود ریتمش نرم بود، اون قوی بودن رو نداشت، یعنی اون با انرژی بودن با انرژی بود، یعنی محکم بودن یا سرصدا کردن ریتم رو نداشت، ریتم پایین بود. ببینید ریتم معمولی بود، خیلی ملایم بود. شاید کارهای بعد کارهای خوشگلتر بهتون بزنم که لذت ببرید. مرسی از همتون، روز شب خوش و خدا نگهدار.